خب دوست عزیز، قسمی که پیشتر من گفتم شماره از نویسنده های بسیار خوب ما در سالون تشریف دارند، شخصیت های بزرگ فرهنگی افغانستان، افتخار افغانستان. ما هدایایی را در نظر داریم، البته به همکاری استاد ناشناس و به مشوره استاد ناشناس، که این هدایا را ما میخواهیم که به استادای عزیزی که در اینجا تشریف دارن پیشکش بداریم. البته این هدایا از دست استاد ناشناس و از نام استاد ناشناس و نویسنده‌های خوب ما اهدا میشه. یک یک جمله هم پرویز جان که همکار ما از شروع برنامه کمک غیرحاضر بودن هستن و همه با پرویز جان، احمد پرویز جان، هنرمند بسیار خوب ما، غزلخوان بسیار خوب ما آشنایی داریم. دوستای عزیز، مهمانای گرامی، درود. شام همه شما زیبا و خیر. امیدوار هستم که شما هم مثل من از موسیقی و از آواز زیبای جناب دکتر صاحب لذت برده باشین که حتما بردیم. قسمی که من جان گفتن، من از شروع در برنامه گذاری همین کنسرت سهیم بودم، ولی متاسفانه کم نو وقت آمدم، اما در اینجا بودم، تمام برنامه را شنیدم و لذت بردم از برنامه. حال قرار است که جوایز برای یک سلسله از فرهنگیان و از نویسندگان و شعرها در مجموع کسایی که در حوزه فرهنگی کار و فعالیت میکنند و هم از در خدمات شدن و پاس امو خدماتشان یک سلسله جوایز برایشان اهدا شود از طرف با نام و با نشان جناب دکتر صاحب ناشناس. یک جایزه خیلی معتبر فرهنگی است و اولین جایزه را که اینا لازم دیدن به جناب دکتر صاحب لطیف ناظمی که نامشان کاملا درخشان است در فضای فرهنگ افغانستان، شعر، ادبیات، نقد، موسیقی، تصنیف و ترانه. تمام اهالی فرهنگ افغانستان به ایشان خیلی ارادت دارن، خیلی احترام دارن و همیشه لذت بردن از کارهایشان و کارهایشان در مورد احترام قرار میدن. میخواییم بر شما بخوانم که نوشته است در هدیهشان: اهدا به محترم استاد لطیف ناظمی، شاعر، منتقد ادبی و نویسنده ارجمند افغانستان. زمان در گذر است و آنچه از انسان بر لوحه تاریخ تمدن جهان با خامه زرین بر جا میماند، آفرینش های برجاوند علمی هنری، پرداختن به حقایق روشنگرانه، کارنامه های شایسته، دست آوردهای سودمندی و برای زندگی های انسانی است. و افتخار داریم به این وسیله در ستایش از شایستگی های ارزشمند و کارکرد های سترگ شما، به ویژه در شعر، ادبیات و روشنگری، یادگار پیشکش می داریم. دکتر صادق فطرت ناشناس و بنیاد شهنامه. یادتون بخیر، هدیه شان شما میکروفون بگیریم. هدیه شان تندیس شیشه است که اینجا میگذاریم و تسلیم یکی از استادایی که طرف هامبورگ روان هستند خواهیم کرد. چک چک باید تفاره جناب دکتر صاحب لطیف ناظمی. تندیس دیگه که در نظر داریم با یکی از استادهای بسیار بزرگ، یکی از تاریخ نگارهای بسیار فرهیخته افغانستان، کسی که عمر خدا در راه نگارش حقایق افغانستان وقف کرده، کسی که برای بنیاد و انتشارات شهنامه همیشه شانه بوده، کسی که یک لحظه از حوادث افغانستان غافل نبوده، جناب استاد نصیر مهری. خوشبختانه در اینجا تشریف دارن و با افتخار دانشمند گرامی جناب نصیر مهرین یک کف محکم همگی. منتظر مانده که به شما ما باید بسپاریم. و استاد مهرین کسی هستند که برای انتشارات شهنامه شانه بودن همیشه، یعنی در کنار از این که ما بسیار آموختیم، میتونم بگویم بیشتر از ده ها نویسنده افغانستان کتاب هایشان از جانب استاد مهرین به انتشارات شهنامه آمده.
و در اکثرش استاد نقش بسیار بارز بوده. شاید بیشتر از نزدیک به 100 کتابی که ما چاپ کردیم استاد مهدی داشت نقش بسیار برازنده داشته. بازم یک بار کف میزنیم برای شما. با سپاس از شما و از جناب دانشمند جناب مهرین. اکنون شخصیت بزرگ فرهنگی افغانستان، بزرگترین قصیده سرای افغانستان، یکی از افتخارات زبان و ادبیات، جناب شبگیر پولادیان، با افتخارشان یک کف محکم میزنیم. لطفاً سر استیج تشریف بیارید. جایزه که به ایشان تقدیم میشه از طرف جناب دکتر صاحب ناشناس با پاس آفرینش های ادبیشان، شعر و ادبیات. خواهش میکنم لطفی بکنن استاد ناشناس. دینی بزرگی بر ما دارند. من با اون شعری که از خوشحال خطک شاعری بزرگی پشتو که لکزو پیار مینیم بلبنه وی مین هستی برای اولین بار شعر پشتو گفتم، اما متاسفانه در موبایل ما باز نشد، یعنی ما برشان میخواندم که در وضع فعلی ما چی هستیم. استاد خوشحال خطک سالها پیش گفته بود ولی ما امروز در غم و درد و رنج و اندوه قرین هستیم و حال ما این جنین است، چیزی که گفته بود. و من این شعر میخواستم که به حضور استاد تقدیم بکنم، اما متاسفانه اینترنت ما اجازه نمیداد و نتانستم که باز کنم. و من خوشحال هستم که اولین شعر غزل پشتوی ما به زبان پشتو گفتیم، البته ما پشتو را در مکتب آموختیم. به احترام از اینا من این شعر پشتو را گفتیم و به زبان پشتو احترام بسیار عمیق دارم و پشتو زبانای ما و زبان پشتو جزء فرهنگ ماست، ما باید به او احترام بگذاریم. و ما مخصوصا به شخصیت بزرگ استاد که در مقابل فرهنگ ما کار بزرگی را انجام دادن احترام بسیار زیاد قائل هستم و اینا را یک گوهری بسیار شایسته در فرهنگ ما می‌دانیم و خوشحال هستم که امروز افتخار ملاقات سر دارم. خواهش بکنم. و جایزه بعدی اهدا میشه به دانشمند محترم جناب محمد شاه فرهود، شاعر، منتقد و نویسنده خیلی ارجمند افغانستان، به پاس خدمات بزرگ فرهنگیشان ببیشه در نقد و روشنگری. یک چک چک با افتخارشان. دیپلوما را به نهاد شامامه و دکتر صاحب ناشناس برای دوستان اهدا می کنند. نهاد شامامه در 2003 جور شده تحت رهبری منیژه جان و ما هم معاون این نهاد بودیم. از اون 2003 تا به امروز کار کردیم. باور کنین شما نهاد شامامه در اصلش یک زن است و این زن صدها کتاب چاپ کرده، چندین بار افغانستان رفته، چندین پروژه را تطبیق کرده. آهنگای استاد ناشناس همیان گردانندگی میکنه، مسئولیت چه میگیره. ایوازی که برای ما چرچک کنه، برای خود منیژه جان و استاد چرچک کنه. چهار سال به این طرف آشنایی دارم با
بانو میره نامش ابر بانو سوپر وومن ماندیم برزی که در طول تاریخ وطن ما کمتر خانم دیدیم که در چاپ کتاب کار کنه و امی خانم کار کرده در اونجا به حدود 300 کتاب از امی افغانه ها را چاپ کنه هم دیزاین میشه درست کرده هم علامه بزاری ها یاد درست کرده و در بسیاری هایش تقریز هم درست کرده که خود کتاب خواندنش برای کس شاید بسیار مشکل باشه در دو صفحه سه صفحه خلاصه امی کتاب هم گفته و خوبیایش هم ذکر کرده ما امی خانم تقریبا یعنی یگانه خانم در افغانستان میدانم که در چاپ کتاب اینقدر شمار کتاب چاپ کرده باشه و با امی زحمت و مشقتی که امی کار پیش میبرن امی کار پیش برده تا حاله و آثاری که شده چاپ شده ما بسیاریایش خواندیم نه همیشه ولی بسیاریایش خواندیم ما امی خانوم ها دیگم چیز معمول ما اینمی اسمه ایره همیشه مهربانی هایی که در حصه ما کردن ما در تالار یک کسر از سن خود زیاد نمی بینم اما را جوانتر از خود می بینم 87 سال یعنی به 90 تقریبا یک سال نزدیک هستم از این خاطر ما توصیه می کنم برای دوستا و کسایی که این شب همینجا آمدن و با خود حق میتونم بیر توصیه کنم که ما امی کتاب از اینا را به نام نوای ناشناس در طول تاریخ ما اموتر یک کتاب در فرهنگ ما نوشته نشده تقریبا چیز کم 600 سرود خواندن از شاعرهای مختلف در کدام سال 600 خواندن سرود با زبان پشتو، فارسی و اردو امی خواندن آمده و سالش، آهنگسازش، شاعرش و یعنی تمام چیزهایی که برای گفتن لازم است در طول تاریخ ما در مورد هنر موسیقی و در مورد چیز کوشش خواننده که چی کدام آثار در دوران امی کار خود خواندن در مدت یک نیم صد سال بعد از استاد قاسم تا آل را ما ببینیم یعنی امی کتاب بی نظیر است به نام نوای ناشناس امی کسی که خواسته باشه کم باره با شاعرهای خود آشنا شم و مرا از امی ناشناسی بکشه و درست بشناسه به تمام معنا امی نوای ناشناسه امی را توصیه میکنم برای دوستا و رفیقا که اینمی رو به هر ترتیبی که میشه یک دفعه به دست بیارن یک هفته وقت برشان میتونم اگر قابلیت امی رو نداشت امی رو پیسیش پس برش میتونم کتاب هم چی میکنیم یعنی یک چیز بی نظیر هست شما امی رو خود امی رقم کتاب در میکنیم صد سال در افغانستان چاپ نشده بلکه ما در جهان کمتر چرا میبونیم که خواننده خوده آثارشه در 70 سال خانده اما اونا همه گیش در یک کتاب جمع شده باشه سالش، شاعرش، آهنگسازش اما اونا کل چیزا در ما به اینش آمده باشه علاوه برو در مورد سرنوشت زندگی من با امی وضاحت که اینا نوشته کدن ایره تحقیق کدن امیره ما خود باز وقتا امتونم که امون باز چیزا را ما خبر نمیم از کجایی خبر شده من نمیفهمم اما اونا هم در ما به اینش آورده و ما برش گفتم که فقط یک چیز است که قیمت از 25 یورو است ما گفتم را از خاطر ما امیر 20 بسازه اما را قیمت چه پایینم تر آورده میفتم امیر چه کنیم یعنی ما نامش ماندیم با شفقت مادرانه و مهربانی خواهرانه و خدمت یک دختر برای ما چه این هم مرا پدر معنوی بود کمتر فکر دیده در 4 سال همه خدماتی که انجام شده در اداره رو میده شما در این کتاب احساس خواهد کردین که با مو محبت و با مو عقیدت و صمیمیت که نوشته شده امی رقم کتاب رو من ندیدیم و شما هم برای ما بدیلیشه نشان بیدن که کسی دیگه حتی در ایران هم امی طرف چیز رو چاپ نکردن داله
استاد شما بزرگوار هستین. اگر کتاب نیم قرن با ترانه های ناشناس نمی بود، دست ما بسیار خالی می بود، کار ما صد برابر می بود. و حالا خوشحال هستم که شما را دارم اول و بعدش کتاب نیم قرن با ترانه های ناشناس. کتاب ها موجود است، اگر خواستین می تانین دریافت کنین. هدیه بعدی به نام جناب عبدالاحد تارشی، شاعر بزرگ زبان فارسی، شاعر بزرگ افغانستان است که یکی از سروده های بسیار زیبای در ستایش استاد ناشناس در چند صفحه نوشتن و ای البته یکی از زیباترین، یکی از شاهکارهای ادبی است که ایشان نوشتن و یک سوء تفاهم رخ داده بود. من میخوایم امور همینجا اشاره کنم که استاد بسیار شکسته نفس هستن، استاد ناشناس، و قسم در یک برنامه یاد کرده بودن که یعنی ما بازی دادیم کل گیره، یعنی این شعرم به ما سروده شده، شاعرشم ما بازی دادیم، در حالی که هدف استاد فقط شکسته نفسی بود. و او شعر از جمله شعرهای است که اگر عید می باشه، اگر یک خوشی می باشه، اگر یک جشن می باشه، استاد ناشناس را گوش می کنن. و می خواهیم یک موضوع دیگر هم بگویم. استاد گفتن که هرگاهی که ما چشم بستم که خدا نکنه او روز هرگز نیایه، این شعر برمده او وقت بخوان. من گفتم استادی رو ما در زندگیتان می خوانم، در جشنهای تولدتان می خوانیم، می ره در شادمانی هایتان می خوانیم. و واقعا استاد و شعر بسیار دوست داره و من خودم شاید یکی از کارهایم که در زندگی ازش راضی باشم دکلمه از شعر است که با بیست و چند آهنگ استاد یک جا شده و یکی از زیباترین پارچه های از استاد ساخته شده. به نام استاد تارشی کف بزنین و این هدیه به نام ایشان است. و جایزه بعدی اهدا میشه به جناب طاهر پرسپویان و همسر ارجمندشان که نستوهانه تکیگاه زندگیشان بودند، ببیشه در نگارش در تجارب تلخ خیش و نمایندگی از قربانیان افغانستان. جنابشان خواهش میکنیم که سر استیج تشریف بیارن تا جایزه برشان اهدا شود از طرف جناب دکتر صاحب ناشناس. به خاطر که وقت کم است میخوایم کمی جوایز هر چه زودتر بخیر توزیع بکنیم. جایزه بعدی ما اهدا میشه به بانوی شیرین سخن، سرود پرداز گرامی بانو عزیزه عنایت، با پاس کارکردهای هنری و ادبیشان به ویژه در سرودان پارچه های زیبای ادبی. بانو عنایت لطفا سر استیج تشریف برین. چک چک و افتخارشان. سلام خدمت همه هموطنان گرامی و در قدم نخست تشریف آوری استاد برشان خیر مقدم میگم که از کشور لندن آمدن اینجا. و در ثانیاً باید از منیژه جان تشکر کنم که همیشه در چاپ کتاب هایم مرا بسیار یاری کرده و توجه کرده بسیار زیاد. کمی کتاب آخر خود که به نام بر مکتم زیبایی بود، روز جمعه از چاپ گرفتم از پیشون، که از پیشون تشکر میکنم. واقعا در چاپ کتاب یگانه شخصی هستن که بسیار توجه میکنن. تشکر بسیار. سلامت باشین. جایزه بعدی ما اهدا میشه به دانشمند محترم جناب امان کبیری، نویسنده و مورخ عزیز و فرهیخته ما و همسر ارجمندشان بانو ناهید فضل کبیری که نستوهانه تکیگاه زندگی جناب کبیری بودند. جناب کبیری کارکردهای خیلی متوارث داشتند در بخش تاریخ نویسی و ادبیات، به ویژه در معرفی و نگارش زیستنامه شخصیت‌های برازنده معاصر در چند اثر. همچنان جایزه بعدی ما اهدا میشه به جناب رشید بهادری، نویسنده ارجمند و همسر گرامی ایشان که تکیگاه زندگی ایشان بودند. جناب رشید بهادری
در نگارش آثار ادبی پیش قدم بودن. به این لحاظ این جایزه از طرف بنیاد شاهنامه و جناب دکتر صاحب ناشناس برشان اهدا میشه. به اجازه حضرات گرامی با تمام عزیزان درود میفرستم و از استاد بزرگوار دکتر صادق فطرت ناشناس اظهار سپاس و امتنان میکنیم که امشب تشریف آوردن با وجودی که کبرستان است، اما خداوند برشان صحت کامل داده. امشب تمام دوستا و عزیزای خدا ساعت مصروف نگه داشتن. من ایشان تشکر میکنم و ما یک خود نه نشینده استم نه کلام شخص بزار عادی استم کوچک دان استم و از زحمت های خانم منیجر نادری که همیشه لطف میکنن در قسمت حفظ فرهنگ افغانستان زحمت زیاد کشیدن اظهار سپاس و تشکر میکنم. از همه شما تشکر، از پروی جان هم تشکر، هنرمند جوان ما بزار مقبول میخونن، موفق باشه. جایزه بعدی ما اهدا میشه به جناب محترم دکتر بشیر عزیزی، پژوهشگر و نویسنده خیلی ارجمند و همسر گرامی ایشان که نستوهانه تک گاه زندگی ایشان بودند. دکتر صاحب عزیزی اگر در سالن تشریف دارن لطفاً سر استیج تشریف بیارن. جناب ایشان با پاس کارکردهای ایشان ویژه در نگارش آثار در حوزه های فلسفه و فرهنگ و علم به ایشان این جایزه پیشکش میشه. جایزه بعدی اهدا میشه به جناب محترم دکتر احد قریشی، برنامه ساز ارجمند افغانستان در حمایت از روشنگری و تهیه برنامه ققنوس دو. جناب دکتر احد قریشی با افتخارشون یک چک چک بکنین لطفا تشریف برن سر استیج. و همچنان جایزه بعدی تقدیم میشه به هنرمند گرامی جناب فواد طاهری، تابترین و بهترین ویلون نواز افغانستان که سالهای سال است که گوشهای جان ما را با نوا و ملودی های ویلون نواخته. اگر در سالن هستن لطفا سر استیج تشریف برن و جایزه خود تسلیم شوند. از طرف بنیاد شاهنامه و جناب دکتر صاحب ناشناس برشان جایزه اهدا میشه. تشکر از استاد گرامی. ای بخش تمام شد، فقط چند نفر دگام که برشان جایزه است خودشان تشریف ندارن. جناب پیکار پامیر، یکی از مورخان بسیار نستوی افغانستان. دکتر انور ترابی، یکی از نویسنده های بسیار خوب افغانستان. جناب نسیم رهرو و خانم جمیله زمان انوری که برشان خاطرسانی کاش می بودن در این برنامه ما. بخش بعدی برنامه دوباره ادامه میافه. استاد یکم خسته شدن، از نوازنده های عزیز تمنا میکنیم که تشریف بیارن. از پرویز جان گرامی تشکر، چیز گفتنی دارن استیج میگذاریم برشون. سلامت باشین. من هم مثل شما لذت میبرم از موسیقی جناب دکتر صاحب، از نوازنده های عزیز ما، از رامین جان، از زبیر جان و از فواد جان هم یک جان تشکر. با افتخارم این سه عزیز نوازنده ما کف محکم بزنیم که خیلی زیبا جناب دکتر صاحب همکاری کردن. موفق باشین. هنری ما امروی ما چه کردن؟ دوست عزیز ما امین برکی اینا هستن. ما در زندگی عادی خود مخصوصاً به خاطر امی موضوع هنر موسیقی و اینا حتی امکان کوشش کردیم که از امو حزب و حزبازی و از امینا خود دور نگاه کنم. به خاطر ازی که امی چیزا ما به سیاست زیاد علاقه ندارم، نه تنها که علاقه ندارم بسیار مخالفش هستم با سیاست هم و با سیاست مدار هم، و مخصوصا یکی خب امو دروغی بودن از این چیز هست در امی کشورهای جهان سوم سیاست شکل بسیار پایین گرفته. و یکی دیگه ای که شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه که یک زمان در جنگ دوم هم شرکت کرده بود، او یک قول داره میگه سیاست مدار به گپ خود باور نداره، وقتی که دیگرها باور میکنن ایران میمونه که چی قسم خودم به گپ خود باور ندارم اما دیگرها باور کردن. امی ما فکر کنم هیچ سیاست مدار
به مگه خود باور نداره. مطلق سر تا پا دروغ است. باز مخصوصاً در جهان سوم، در کشورهای نسبتاً عقب مانده، در اینا سیاست وجود نداره و درست نبوده است. فقط دیگه در این حالت ما نخواستیم که با همه گروه ها و با هر نامی که هست با اینا نزدیک شم. در لندن و در جای های دیگه در بسیاری جای دعوت میشم به محافل و اینا، بازم دوست عزیز خود استاد امین برکی، امیر شناخت عجیب و غریب با مردم داره. وقتی که یک کسی رو برش میگم فورا خیش و قوم میشه و به کدام حزب استباد داره و خیش و قومش کیست و مدر خوب به تمام معنا میشناسه و به حافظه سپرده شده و خیش و قومش هم میشناسه. دیگه ما برش گفتیم که ما را اکثر وقتا در محافل و اینا دعوت میکنن، ما چون نمیفهم که اینا چی میکنن چی نمیکنن. باز در اونجا که میرم اونجا میفهمم که گپ سر افغانستان و افغانستانی بوده، افغانستانی بودن سر خراسان و خراسانی بودن و شیعه و سنی و چیش سر زمین نام میشه و این گپا برای ما فقط انسان مطرح هسته. ما فکر میکنم که انسان خوب مسلمان خوب است و مسلمان خوب انسان خوب است. دیگه این مسائل دیگر اینا را هیچه بر موج و قطره جز نام فرقی نمیتوان بست. ای غافلان دویی چیست، ما هم همین شمایی هم یک چیستیم، هیچ چیزا که نداره. شما ببینید هشت قرن پیش از امروز، هشت قرن پیش از امروز در گنجه، نظامی گنجوی از گنجه هشت قرن پیش یک شعر گفته بود. ما اما شعر حافظه، یک بیت حافظه: در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. دوش رفتم به خرابات و مرا راه نبود، می زدم نعره و فریاد کس از من نشنود. یا نبود هیچ کس از باده فروشان بیدار، یا که من هیچ کسم، هیچ کسم در نبوشید. پاسی از شب بگذشت بیشترک یا کمتر، رنده از غرفه در آور سر و رخ بنمود. گفتمش در بکشا، گفت برم هر زمان گوی کندر. این وقت کسی باری کسی در نگوشید. این نمسجد که به هر لحظه درش بکشایم، که تو دیر آیی و اندر صف پیش آیی زود. این خرابات مغان است، در آن رندانند، شاهد و شم و شراب و شکر و نای و سرود. هرچی از جمله آفاق در اینجا حاضر، هندو و هرمزی و مؤمن و ترسا و یهود. هندو بود پرست، هرمزی آتش پرست، مؤمن مسلمان. ای که در خلوت میره چی میکنه و موضوعش چی داست و ترسا عیسوی، یهود معلوم است. ببینید که پنج دین کاملا جدا، مذهب جدا، دین جدا. او ره هرچی از جمله آفاق در اینجا حاضر، هندو و هرمزی و مؤمن و ترسا و یهود. گر تو خواهی که دم از صحبت اینان بزنی، خاک پای همه شو تا که بیابی مقصود. شما را بیدار ای دست دادن و کترزو رابطه داشتن اینا چیز نی خاک پای شو. یعنی دویه در این وقت این ملا عمرها یا این طالب ها یا اینا امینا چی میکنه؟ با خدا اینه برتان بگیم که اینا سیاست مدار، دولت مدار خود نیستن، شریعت مدار هم بی پیران نیستن، شریعت مدار هم نیستن. با خدا از حدیث کسی جب زدیم نمیفهمن، از قرآن جب زدیم. حالا میگم موسیقی حرام است، میگم قرآن به سه زبان خواندیم، پشتو، فارسی و اردو. با خدا بعضی چیزها رو باز به انگلیسی هم مراجعه کردیم. ما در اونجا هیچ جای منع موسیقی رو ندیدیم و در حدیث هم من ندیدیم چیز. حتی آمده که در پاولوی خانه پیغمبر یک گروه می رقص میکنن و خواندن میکنن و بی بی عایشه خواهش میکنه که ما دیده نمیتون دیوار بلند است. و پیغمبر شانه خدا بشه میکنه یک پنج دقیقه چیر میشه که بس نیست، میگه نه بس نیست. اما ادامه نه. یعنی در خانه پیغمبر میدره اینجا کنیزان میخوانه، خواندن عشقی میکنه. پیغمبر که میدره و خواندن عشقی رو بس میکنه، صفت پیغمبر شروع میکنه. میگم چیزی که پیشتر میخوانده نمو رو بخوانه.
حضرت عمر یک دفعه مدرای پیغمبر می باشه کنیزا می خوانند او که مدرای اینا چپ میشن بازو میگه ما پس میرم اگر حضرت عمر میگه ما پس میرم باز پیغمبر بهش میگه که بخوانند بخوانند یعنی در موسیقی بدیل موسیقی شنند و باز امی موسیقی را میال تلاوت تو از قرآن پس کو موسیقی تو از آذان پس کو ما ببینیم چند نفر اونجا میاده مسجد بیش الله اکبر الله اکبر رحدان لا اله الا الله امیر امیر قمبر را ببینیم چند نفر میاد با زور موسیقی میاد تلاوت قرآن است مردم کارای خود پاره میکنه حتی میگن در وقت تلاوت مردن و میاندازن اما موسیقی است دیگه امی آقای برکی امین برکی اما که خدمتی که در میسه برای ما کده این راستی برتان رو بگویم اولادای ما و دوستای بسیار نزدیک دیگه ما نه یک شناخت وسیع دارن و نه اما که قربانی که وقت خود فقط برزیم ما یک چک چک برزیم